سلام دوست عزیز، به چنل ما خوش آمدین و آمدن سال نو و پیشا پیش برتان تبریک میگم و یک تجزیه را به خاطر سال نو برتان جور کردیم که خدا کنه این تجزیه خوشتان بیا. زمرد پلو یکی از غذاهای است که ما در روز نوروز زیر سرو میکنیم و خدا کنه این تجزیه خوشتان بیا و ویدیو رو تماشا کنین با ما باشین. مواد لازم: 1 کیلو گوشت، 2 قاشق نمک، 2 عدد پیاز ریزه شده، 1 قاشق پلو مساله، 1 قاشق چای خوری هل، 1 قاشق چای خوری سیر، 4 پیاله برنج سله، 5 یا 4 قاشق نمک، 4 یا 5 لیتر آب، روغن حسب ضرورت و 300 گرام سبزی تازه و 1 پیاله آب ما به این ضرورت داریم. 2 عدد پیاز ریزه میکنیم و روغن داغ میکنیم و برای روغن سرخ میکنیم که گوشت خود قبلا باید شسته شوه و بر در 40 ثانیه بمانین تا آب گوشت بره و باز زود پیاز سرخ کردین، گوشت شما به اضافه کنین و ایر خوب همراه پیاز سرخ کنین. البته سرخ نکنین که پیاز بسوزه، صرف گوشت ما به همراه زی چرخ میدیم تا پیاز هم نرم شوه، گوشت هم خامبویی که داره و از بین بره، ایر خوب سرخ میکنین. کمک رنگش زرد چرخ شد با او آب، هیل، نمک اضافه میکنین، البته 1 لیتر آب اضافه میکنیم، 1 یا 2 قاشق نمک کاملا کافی است و همچنان 1 قاشق هیل اضافه میکنیم و 1 قاشق چای خوری سیر که صرف صرف به خاطر از اینکه خامبویی زیر از بین بره به اضافه میشه. و ببینید من مقدار کم سیر اضافه کردم و همچنان نمک و آب به اضافه میکنیم و سرپوش دیگه بخار بسته میکنیم. بر مدت 20 دقیقه ایره بخار میدیم، یعنی بازی که صدای دیگه بخار برامد 20 دقیقه رو ما باید حساب کنیم از او زمان و حرارت با کاملا بالاست. به این حرارت بالا ما ایره میپزیم و یعنی سر زیر پیش از اینکه بسته کنیم اول هیل، سیر، نمک اضافه میکنیم و صرف مدت 20 دقیقه بخار میدیم و مصالحه پلو هم به کم اضافه میکنیم. بعضی که بخار داده شد یعنی گوشت فرق میکنه، یا 20 دقیقه یا کمتر از او یا شاید بیشتر و نرم شود. پالک قبلا میشوییم و او را در فود پروسسر به این ماشین اگر قابل دسترس باشه خوب میده میکنیم، به 1 پیاله اضافه میکنیم که خوب میده شود و هم جوس از زیر ماکار داریم باید آب به اضافه کنیم و این مقدار پالک قدر زیاد نیست مثل سبزیواره، صرف به کمک آب اضافه میکنیم که این جوس پیدا کنه و جوس زیر بدن ما بشه ضرورت داریم. ببینید وقت که آب اضافه میکنیم به این شکل جوسش به نظر میرسه و بازو او را از یک چای صاف یا جلیگک شما دارین آبش صاف کنین، یک مقدار آب تقریبا 1 یا 2 پیالهش شما اضافه نگاه کنین به خاطر از اینکه اگر یابش شما نگاه میکنین و امروی گوشت شما جوش نمیدین وقتی که روی دیگتان آب دم میزنین اضافه میکنین رنگش خوب سبز خوبش میه. گوشت نرم شده و حال گوشت هم به خاطر از اینکه میخوایم که کاملا خامبویی و هر چیز از بین بره با کم روغن دیگه رو سرخ میکنم، اما شما میتونین راسن به این سبزی اضافه کنین به این شکل هم میتونین پخته کنین، ولی به خاطر از ما میخوایم کمک خوبتر بیه ما او گوشت که قبلا نرم شده او رو با روغن سرخ میکنم و بازو سبزی رو که میده شده و کاملا میده شده با اضافه میکنم که صرف گوشت هم مزیش خوبش بسازه و طعم گوشت و سبزی یعنی زمرد پلو مجور میکنیم. به این خاطر باید یک طعم خوب داشته باشه و این سبزی رو که میده شده بی حد میده است، یعنی هیچ اصلا معلوم نمیشه، ببینین مثل یک پیست وارس یا سموتی وارس جور شده و با اضافه میکنم، مقدارش قدر گرچه زیاد نیست اما مزه زیر بسیار خوبش میسازه و شما هم رایزی سرخ کنین نیر خوب باید سرخ شوه که وقتی که شما هم رای برین باز دم میدین ای امو مزه سبزی و گوشت و چیره به تگنی خود یک رنگ سبز باشه خود خوشایند نمی باشه سبزی پلاو یعنی زمرد پلاو به این شکل باز خوشمزه نمی به این کمک مسالی پلاو دیگه هم اضافه میکنم به خاطر 1 قاشق چای قبل اضافه کرده بودم مال کم به اضافه میکنیم و این هم رو جوش میدیم که کمک سبزی پخته شوه و یک مقدار جوس از زیر من نگاه کرده بودم که بعدن ما کار میگیرم به خاطر از اینکه اگه میخواین رنگ یعنی زمرد پلاوتان خوش رنگ بیه شما میتونین با او امو جوس که ایچ جوش نخورده شما میتونین با آب دم رو اضافه کنین و هیچ کدام نقصم نداره که قبلا شما باید حتما جوش بدین. شما میتونین بدون زیک جوش بدین بالای برنجتان زمان که دم میکنین رو اضافه کنین. برنج قبلا ما برای 2 ساعت تر کرده بودیم آبش صاف میکنیم و او را در این چلا صاف آبش صاف میکنیم. بعضی که آبش رفت ما آب جوش کردیم بر دیگ و
و نمک که من براتون 4 یا 5 قاشق گفتم یا 6 قاشق هم شما میتونید اضافه کنین. البته این مقدار زیاد کمک نمک اضافه میکنیم، باز آبش صاف میکنیم، این شور نمیسازه، هیچ شور نمیشه، شما بر خطا نشین. و این برنج که آبش دور ریختیم به آب جوش اضافه میکنیم و بر مدت 7 تا 10 دقیقه اینو جوش میدیم که صرفی بر شکل که یعنی 60% یا 50% که نرم میشه ما اینو دوباره بر چلاساف رو انداخته و آبش صاف میکنیم. و یعنی بین دو ناخونتان، بین دو انگشتان شما وقت فشار میدین دانه برنج شما باید احساس کنید کمک سختی در بینش هست و یه آبش صاف میکنیم و او را دوباره به دیگ انتقال میدیم و بازی که به دیگ انداختیم و جوس که از رنگ سبزی ما به دست آورده بودیم او را اضافه میکنیم و باز او سبزی و گوشت را برایش اضافه میکنیم و همه زیر مخلوط میکنیم و باز او را به دم میمانیم. به می سادگی خوشمزه ترین زمرد پلاو بر شما جور میشه. بعضی هم مواد به هم مخلوط میکنیم و استگی البته که دانه برنج میده نشه و او را به دم میگذاریم بر مدت نیم ساعت یا بیشتر. اول 1-5 دقیقه به حرارت بالا و بازو به حرارت پایین بر مدت تقریبا نیم ساعت ایره ما به دم میگذاریم و ایره به این شکل شور میدیم که هم مواد خوب به هم مخلوط شد. و امرای کفگیر کمی سراخ به جور میکنیم تا دیگ خوب تفت کنه و بعد از نیم ساعت حال پلاو ما آماده است و کاملا آماده خوردن است. ولی اگر میخواین کمک بر تزیین شما به اطراف از استفاده کنین، تبریک ما استفاده کردیم، کمک چلاو سفیده در بغلش پانین و او طرفش رنگ سبزی نزنین و چلاو زمانی که شما وقت در غوری نان میکشین شما میتونید چلاو سفید در اطراف از استفاده کنین و مصر بر تزیین ازی به اطراف ازی کمک چلاو سفید استفاده کردیم. ببینین چقدر یک زمرد پلاو عالی و خوشمزه آمده. خدا کنه این ترسه خوشتان بیا ببینید و می سادگی جور میشه. اما هیچ خوشبویی نظیر اگر شما ببینید بسیار خوشبوی است، مخصوصا هیل و کم سیر به اضافه و پیاز همه چیز یعنی یک خوشبوی خاص از این برای مساله پلاو و هیل به این خوشبوی خاص میده. شما میتونید انشالله و تعالی به سال نو از این ترس تهیه خوشمزه استفاده کنید و همچنان کم چلاو اگر شما در طرف دیگه تان روی جاب دم چیز نزدین کم چلاو ساده بمانین. شما میتونید به اطراف ازی بر دیزاین ازی میتونید به شکل خط خط رویش استفاده کنین یا به اطرافش بکشین به هر طرزی که خوش دارین. شما میتونید او رو دیزاین کنین و نمرای شبت و بانجرمی به خاطر ازی که همیشه غذا را زمانی که شما به مقبولی ازو سرو میکنین غذا خوبتر معلوم میشه و مردم رو خوش هم میکنه و هم و هر چیز به رنگ و مقبولی ازو خورده میشه. و خدا کنه در تایه خوشتون آمده باشه. اگر خوشتون آمده لطفا لایک شیر سابسکرایب فراموش نکنین. دوستای در بهار نو سال نو حتما از ترس ته استفاده کنین. انشالله که سال نو خوب و خوش در پیش روی داشته باشین با صلح و صفا و صمیمیت در کنار هموطنان عزیز ما. خدا حافظ.